بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. خیلی خوشحالم که باز با دوست جوانی هستیم و میدونید که ما سالهاست برنامه رو به عنوان پناهجویان رو دریابیم از تلویزیون مردم پخش میکنیم و هدفمون این هست که یک قدم کوچکی برداریم، کمکی باشیم برای دوستانی که خانواده و کشور خودشون رو رها کردن و در پی آزادی در کشورهای مختلف دنیا، من بهش میگم در حالت برزخ زندگی میکنن تا تکلیفشون معلوم بشه. مدت ها بود، یکی دو ماه که من با آقای رضا سلطانی و دوست دیگهی که احتمالاً هفته آینده باشون صحبت میکنیم قرار میذاشتیم و به خاطر این اختلاف زمان و ایشون کار میکنه ما کار داریم و اینها نشد، ولی امروز خوشحالم که با این دوست جوان هستیم، آقای رضا سلطانی مهاجرانی و ایشون از دانمارک هستن. اجازه بدیم من بهشون خوش آمد بگم و میکروفون رو در اختیار ایشون بذارم تا به من و شما بگن که آقای رضا سلطانی مهاجرانی کیست، از کجای ایران است، چگونه امروز در دانمارک زندگی میکنه، چند وقت هست در دانمارک هست و شرایط اقامتش چیه و در انتظار چیست. آقا سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. بفرمایید که آقای رضا سلطانی کیست و امروز در دانمارک چه کار میکنه. بفرمایید. بله، با سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز و بزرگوار جناب سوری عزیز، بالاخره قسمت شد که بعد از مدت ها ما با هم صحبت بکنیم. همونجور که فهمیدین بنده رضا سلطانی مهاجرانی هستم، از ایران شهر تهران. در سال 2016 به صورت پناهجو وارد دانمارک شدم، درخواست پناهندگی دادم و بعد از اینکه دو بار مصاحبه انجام دادم، اینترویو رفتم، در واقع جواب منفی گرفتم و اینکه طبق روال دانمارک بعد از اینکه جواب منفی میگیری میتونید که وکیل انتخاب بکنید و الان حدود 1 سال و 9 ماه هستش که از تاریخ منفی من میگذره و خدا رو شکر به تازگی تاریخ دادگاه مشخص شد و به امید خدا 24 ام همین ماه میتونم از کیسم دفاع بکنم در دادگاه و این که ببینیم که به چه ترتیب پرونده ما رسیدگی در واقع میخواد بشه. این که سالیان سال هستش که منتظریم تا ببینیم که به چه ترتیب این اتفاق رقم بخوره برای ما. من در خدمتتون هستم. من سوالی که از شما دارم اینه که شما نوکیش مسیحی هستید و دانمارک میدونه که اونهایی که دین اسلام رو ترک کردن به عنوان مرتد شناخته میشن و حکمشون هم در اسلام هم در ایران به اصطلاح قتل و اعدام و اینها است. چرا این کشور دانمارک الان مثلا شما 3 سال اونجا منتظر هستید، میگید یکی دو بار مصاحبه کردید به اصطلاح قبول نشده، تا حالا وکیلم حق دارید و امیدواریم این بار با وکیل به اصطلاح به نتیجه برسه، چرا اینها اینقدر مشکل میگیرن، یعنی با وجودی که میدونن شما مسیحی هستید؟ ببینید جناب سوربی عزیز، خب متاسفانه دولت دانمارک فکر میکنه که من، حالا به شخص خودم رو دارم میگم، اومدیم اینجا برای خوشگذرونی یا اینکه اومدیم اینجا که بتونیم یه زندگی ایدئالی رو برای خودمون تشکیل بدیم، بتونیم که یه شرایط ایدئالی رو داشته باشیم، در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست. وقتی که من پشت میکنم به تمام زندگیم، به تمام وابستگی هایی که توی کشور خودم داشتم، به خانوادم، به مادر مریضم که داشتم، وقتی که خب خیلی برای من چیزه، من یک لحظه دیدار با مادرم رو با دنیای عوض میکنم، ولی متاسفانه مجبور شدم که مادر مریضم رو بذارم توی کشورم و بیام اینجا که بتونم جونم رو در واقع نجات بدم. که وقتی که اومدم اینجا اتفاقا با خودم گفتم که کاش میمونم. خب دست آخر این بود که از اول چند بار دیگه مادرم رو میدیدم و در آخر
اعدامم میکردن، ولی خب میدونستم که اگر میموندم اتفاقات که برام میافتاد، اگر قرار بود که مادرم چند سال بیشتر زندگی بکنه، با اون اتفاقات چیز زودتر از بگیرم. خب دولت دانمارک هم همونطوری که گفتم خدمتتون فکر میکنه که اینجا اومدیم ما برای اینکه بخوایم خوش بگذرونیم، تفریح بکنیم، درآمد آنچنانی داشته باشیم، ولی اصلا چنین چیزی نیستش. خب ما اومدیم اینجا، خب وقتی که من توی ایران توسط حکومت مزدور در واقع آخوندی، وقتی که مشکلی که برام به وجود آمد و مجبور به ترک ایران شدم، خب یه سری جزوه‌های مسیحیت از من پیدا کردن، من یه صلیب بزرگ روی بازو سمت دست راستم تاتو دارم. خب اینا همه اینا رو دیدن و همه اینا شد شواهد، در صورتی که اون اتفاقی که برای من افتاد اصلا چنین چیزی نبود. من توی سیستم دولتی کار میکردم و اومدم که جلوی در واقع اینا رو بگیرم، چون به چیزایی دست رسیده بودم، چیزایی رو متوجه شده بودم. من تخصیصدار گمرک بودم، در واقع اختلاسایی رو من از اینا متوجه شده بودم و خواستم جلوشون وایسم که بگم که آقا این پولایی که دارید شما جا به جا میکنید اصلا رقماش چنینی نیست. خب بار بار اول به مسئول خودم که مسئول مستقیم هم بود گزارش کردم که یه همچین رقمایی رو من دارم میبینم که اصلا نباید این چنینی باشه. بعدش به مسئول بالاتر دیدم اصلا پیگیری نمیکنن، که مجبور شدم همه اینا رو گزارش بکنم به سیستم حفاظت اداره، که متاسفانه عوضی که بیان اینا پشت منو بگیرن، عوضی که بیان بگن که خب چه کارمند خوبی، چه سیستم، بیان پیگیری این قضیه رو بکنن، افتادن دنبال این که حالا خب بیایم یه آتوی از این پیدا بکنیم اینو از بین ببریم. خب اینا همشون خودشون دستشون تو کار بوده، همشون خودشون با هم ظاهرن از یه جایی داشتن تغذیه میشدن و همشون کمر به این بستن که منو از بین ببرن. خب بعد از چندین و چند بار رفتن و اومدن، من دیگه به یه جایی رسیدم که دیگه دیدم که واقعا دیگه راهی جز فرار کردن ندارم، چون جزوهای مسیحیت منو پیدا کرده بودم. دقیقا زمانهایی بودش که من با چند تا از دوستانم توی ایران که حالا نمیتونم اسمش ببرم چون هنوز یکی دو تاشون هستن، یکی دو تا دیگه شون هم فرار کردن مثل من. خب دقیقا زمانی بودش که ما خب جوون بودیم و میخواستیم که به یه آرامش تقریبا نسبی برسیم و اینو متوجه شده بودیم که در دین مسیحیت همونجوری که الان من بهش رسیدم آرامشی هستش که در هیچ جای دیگه نیست، و شروع کردیم به مطالعه در این مورد، با اینکه خب تماما به صورت پنهانی بود و دسترسی به چیزهایی نداشتیم و از طریق همون جزوه ها و اینجور چیزها بود به قول ما شروع کردیم مطالعه. و همونطور که عرض کردم خدمتون، به جایی که اینا بیان پشت ما رو بگیرن، کاری کردن که ما رو فراری بدن و خودشون با خیال راحت بتونن اون کارهایی که دارن انجام میدن. و اینکه من از وقتی که وارد دانمارک شدم، خب زندگی جدیدی رو شروع کردم، با اینکه همه چیز رو از دست دادم، خونه و زندگی و ماشین و همه چیز رو از دست دادم، ولی اومدم توی این کشور از صفر شروع کردم، با اینکه زبانی بلد نبودم، با اینکه به قول معروف هیچ چیزی نداشتم، توی کمپ شروع به زندگی کردم. و بعد همون روزهای ابتدایی، چون از اون بچگی یاد گرفته بودیم که اکتیو باشیم و فعال باشیم، یاد گرفته بودیم که هیچ موقع بیکار نباشیم، شروع کردم گشتن دنبال پرکتیک، جایی برای کار کردن اینا، چون در دانمارک اجازه کار ندارن پناه و فقط میتونن پرکتیک بگیرن و من الان هم پرکتیک دارم و خدا رو شکر میکنم که یک دوست بسیار خوب. یعنی واقعا بعضی موقع های افرادی تو زندگی آدم شکوفا میشن که از برادر آدم نزدیکتر، که من همینجا از طریق این برنامه هم دوست دارم تشکر خیلی زیادی بکنم از این دوست عزیزم که واقعا با آغوش باز من رو قبول کرد. الان پیش ایشون هستم، دارم پرکتیک انجام میدم، در کنارش کار زیادی یاد گرفتم خدا رو شکر،
و اینکه تونستم فعالیت های بسیار زیادی در مسیحیت انجام بدم، هر هفته کلیسا مو برم، به صدای قلبم گوش کنم جناب سوری، هم جهت بشم با اون چیزایی که خداوند برای من میخواد و بتونم که یک ایماندار واقعی باشم و آزادانه فعالیت مسیحیت هم رو ادامه بدم. و این برای من بسیار ارزشمنده که میتونم اون وظیفه‌ای که دین مسیحیت بر دوش من گذاشته رو آزادانه، یعنی با اون فراغ باز، یعنی با آزادی کامل، در کشوری هستم که با آزادی کامل میتونم فعالیت مسیحیت هم رو انجام بدم، بشارت بدم و اینکه فعالیت هامو داشته باشم در مورد مسیحیت. و همینجا میخوام از طریق برنامه شما شهادت بدم که خداوند ما عیسی مسیح وقتی که بر روی صلیب رفت تمامی گناهان ما رو بخشید و این برای من بزرگترین ارزش داره که تمام سختی ها، تمام اون گیر و گورهایی که تو زندگیم بوده از بین رفته و تمام گناهان من بخشیده شده. توی ایران همیشه فکر می‌کردم که آدم گناهکار هستیم، چون در دین اسلام همیشه آدم میگه که فکر میکنه که با کاری که کرده، حالا اگر یک دروغ حتی تو بچگی گفته رفته جهنم، ولی در دین مسیحیت چنین چیزی نیست. همه چیز خداوند همه رو با آغوش باز میپذیره، که خداوند در انجیل متا باب 9 آیه 14 میفرمایند که من پرهیزکاران رو دعوت میکنم. این پرهیزکاران رو دعوت میکنم در واقع گناهکاران هستن، یعنی خداوند میفرماید که من آمدم تا اونایی که پرهیزکار هستن که هستن، اونایی که گناهکار هستن رو با خودم به قول معروف هم مسیر کنم، هم سو بکنم. خب اینا همش برکت ها و وجود عیسی مسیح هستش که در زندگی من وجود داره. آقای سلطان، شما صحبت از مسیح و کلیسا میکنین، آیا کلیسا هم به شما کمک میکنه؟ مثلا شما میگید که چون بار اول دوم مردود شدین حالا وکیل داره، اینجوری نیست که براتون کلیسا وکیل گرفته باشه؟ ضمناً وکیلتون الان چی فکر میکنه؟ یعنی شما شانسی دارید که اقامت بله بفرم. ببینید، خب کلیسا، خب اون دوستان ایرانی که هستن نه، اینجا به این ترتیب نیستش که کلیسا بخواد وکیلی رو برای ما اختیار بکنه. کلیسا در نهایت یک نامه فعالیت به ما میدن که فعالیت هایی که در کلیسا به صورت مستمر داریم، اون نامه کلیسا رو ما همه رو جمع میکنیم میبریم پیش وکیلمون. من هفته دیگه سه‌شنبه در واقع یک جلسه قرار ملاقات دارم با وکیلم، هنوز وکیلمو ندیدم. بعد از یک سال و نه ماه که وکیل انتخاب کردم، اینجا به این ترتیب هستش که قبل از مصاحبه، یعنی یک هفته یا ده روز قبل از مصاحبه، شما یک جلسه وکیلتون میبینی، وکیل توضیحاتی رو میده، دو ساعت حالا سه ساعت، معمولا دو ساعت سه ساعت، حالا چیزی که تجربه بچه ها داشتن و گفتن، دو سه ساعت ما با وکیلمون هستیم و به همون در واقع اون همون کیس خودمونو، یعنی چیزی عقب و جلو نمیشه، چیزی هم بالا پایین نمیشه، همون کیس خودمونو برامون بازگو میکنه و میگه اینجا فایل های شما هستش که باید پیگیری بکنیم و همون پرونده رو در واقع میارن توی یعنی دادگاه و این کار انجام میشه. یک بار ما فقط وکیلمون رو در واقع میبینیم، بیشتر از این نیستش که بخوایم بگیم که اوکی، خب حالا من توی ایرانم کاری که داشتم وکیل های متعددی باشون کار میکردم، خب همش در تماس بودیم، همش با هم پیگیر کارهامون بودیم، ولی اینجا ما نه وکیلمون رو میبینیم نه وکیلمون با ما، یعنی به اون صورت وقتی میذاره، یعنی طبق قانون هستش، نه اینکه نخوان بذارن. احتمالا این وکیلا وکیلای تسخیری هستن که به اصطلاح
ممکنه از دولت هم حتی پول نگیرن، فقط این کار انجام میدن. بله دقیقا همینطور هستش. یعنی تامیزایی که من میدونم، حالا اینکه درست هست یا نه، این وکیل ها هم تا اونجا که من میدونم هیچ پولی دریافت نمی کنن. یعنی برای انسان دوستانه این کار رو میکنن و در واقع کمکی میکنن به پناهنده ها که پرونده هاشون رو پیگیری میکنن و از طریق حالا اون شانس مجددی که به پناهنده ها داده میشه در واقع پیگیری پرونده شون رو میکنن. خیلی ممنون آقای سلطانی، اجازه بده ما برای شما بهترین ها رو آرزو کنیم و امیدوارم، شما گفتید دو هفته دیگه نوبت اون مصاحبه یا دادگاه رو دارید، امیدوارم از اونجا خوشحال بیان بیرون و ما رو هم در جریان بذارید. و من باز به دوستان پیشنهاد میکنم در هر جای دنیا که هستن اگر امکانی دارن میتونن کمکی کنن به پناهجویان. من هیچ وقت از دوستان پناهجو سوال نمیکنم شما چرا میخوای پناهنده بشی، و هر کسی به هر دلیلی به نظر من حق داره هر جای دنیا که میخواد زندگی کنه. امیدوارم اگر دوستانی هستن در کار اقامت و پناهجویی و پناهندگی اینها میتونن کمکی کنن، با شما تماس بگیرن و دوستان دیگه هم به اصطلاح بتونن هر جا که میخوان آزادانه زندگی کنن و این زندگی جدیدشون رو با موفقیت، چون ایرانی ها هر جا میرن معمولا موفق هستن. همون خود شما الان نشون میده وقتی از اون صاحب کارتون صحبت میکنید مثل یک برادر، مثل یک دوست ازش یاد میکنید و ازش تشکر میکنید. این قدردانی و تشکر کردن خودش ارزش زیادی داره. من از شما ممنونم، خوشحال شدم که باهاتون بالاخره تونستیم صحبت کنیم و امیدوارم در آینده خبر قبولی شما و اقامت و اینها رو از خود شما بشنویم و با دوستان هم در میون بذاریم. اگه باز صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه از شما خداحافظی میکنیم و به امید دیدارتون بعد از مصاحبه. سلامت باشید. من هم همینجا از شما تشکر میکنم، ببخشید اگر این که وقتتون رو گرفتم. بالاخره قسمت شد که بنده سعادت اینو داشته باشم که با شما مصاحبه بکنم و هم کلام بشم. این برای من بسیار جای خرسندی و شادی داره که تونستم با دوست خوبی همچون شما مصاحبه بکنم. و اینکه از همینجا میخوام دعا بکنم برای تمامی دوستانم در دانمارک و در تمام این دنیا، در تمام کشورهایی که درخواست پناهندگی دادن، از صمیم قلبم برای تک تکشون دعا میکنم. امیدوارم که هر چه زودتر، یعنی من اون حالا تو این مدت هایی که با هم صحبت میکردیم اون کلمه برزخ شما رو خیلی برای من جالب هستش، این که میفرمایید برزخ، واقعا برزخه. امیدوارم که تمام دوستانم در همه جا، چه در دانمارک، آلمان، حالا هلند، دوستانی که حالا کم و بیش من میشناسم و باهاشون صحبت میکنم یا نمیشناسم، برایشون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم که هر چه زودتر، چون شاید باورتون نشه اینجا ما صحنه هایی رو میبینیم از دوستانی که جواب منفی میگیرن و در کلوز کمپ ها هستن و اون افسردگی ها و قیافه ها و اون اتفاقات بد، یعنی واقعا بده. یعنی خانواده ها، بچه هایی رو میبینم که توی کمپ های بسته به دنیا اومدن، الان 7 سالشونه 8 سالشونه اون بچه ها و هیچ حق زندگی ندارن در همون کمپ بسته. وقتی که قیافه یه طرف رو نگاه میکنی متوجه میشی که این چقدر افسردگی داره. همینجا از خداوند میخوام که همه شونو کمک بکنه. یعنی دولت ها دیگه یه موقع یه چیزهای هستش که دیگه دست دولت ها نیستش، سیاست هاشونو همه کشور رو طبق سیاست های خودشون دارن دنبال میکنن و متاسفانه دانمارک هم الان مدتی هستش که خب پناهجویان زیاد بهش علاقه نداره و اینکه والا زیاد. ممنونم آقای سلطانی. آقای خوشنودی از کالیفرنیا نوشتن به امید موفقیتتون در این پروسه دشوار و سخت، ایشون همشهری من هستن. ما هم براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم، امیدوارم در زندگیتون سلامت باشید. خیلی خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که
خداوند کمک بکنه و دو هفته دیگه خبر خوشحالی خودم رو در واقع و حالا اگه دوستان دیگه هم بودن بهتون بدم و ممنونم از اینکه وقت داشتید برای من. بازم تشکر کنم، خوشحال شدم با تو صحبت کردم. سلامت باشید، مرسی عزیزم، با امید دیدم، موفق باشید. دوستان عزیز با خدا نگهدار، با آقای رضا سلطانی مهاجرانی بودیم از دانمارک و امیدوار باشیم که ایشون هم پروندهش در این مصاحبه یا دادگاه آینده که دو هفته دیگه هست قبول بشه و ایشون هم بتونه زندگی جدیدش رو در آزادی سر و سامون بده و موفق.